اما در آمریکا نظرسنجی ها نشون میده بازرسی FBI از اقامتگاه دونالد ترامپ در ایالت فلوریدا شانس او برای انتخاب به عنوان نامزد نهایی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا را افزایش داده. بر اساس نظرسنجی NBC فاصله ترامپ با راند سانتیس فرمانده جمهوری خواه ایالت فلوریدا فرماندار جمهوری خواه ایالت فلوریدا بیش از قبل شده. همزمان رئیس جمهوری پیشین آمریکا خواستار انتشار متن کامل استشهادنامه‌ای شده که منجر به صدور حکم بازرسی اقامتگاه او شده. سمیرا قرعه‌ای همکارم از واشنگتن با ما همراه میشه. سمیرا، طرفدارای آقای ترامپ ثابت کردن که تحت هیچ شرایطی از طرفداری از او دست بر نمی‌دارن، الان اقبالشون هم بیشتر شده. دقیقاً یک نکته که وجود داره در گزارش آمده بود اینه که هر چقدر باقی از او بیشتر متنفر بشن ما بیشتر عاشق او خواهیم شد. ظاهراً این مسئله در رابطه با آقای ترامپ کاملاً مصداق داره. نظرسنجی رو بهش اشاره کردی، نظرسنجی NBC هست و از جمهوری خواهان سوال پرسیدن در رابطه با اینکه آیا آقای ترامپ رو ترجیح میدند یا حزب جمهوری خواه رو. 41% از رای دهندگان گفتند که ترامپ براشون از حزب جمهوری خواه مهمتر هست. در ماه می چند ماه پیش این عدد فرق داشت و بسیاری از رای دهندگان حزب جمهوری خواه رو، خود کلیت حزب رو، فراتر از آقای ترامپ قرار داده بودند و قبولش داشتند. با این همه اگر نظرسنجی های دیگر رو نگاه بکنیم که صرفاً به سمت جمهوری خواهان نرفتن و هم دموکرات ها و هم جمهوری خواهان افراد شهروندان رای که حق رای دارند رو اونها رو ازشون پرسیدند در رابطه با اقدامات اخیر آقای ترامپ و بازرسی که از خانه‌اش در فلوریدا انجام شده، اونها 58% اعلام کردند که به زعم اونها رئیس جمهوری سابق آمریکا یک کار غیرقانونی انجام داده. اما گذشته از این نظرسنجی، اتفاق جالبی که افتاده در رابطه با همین افیدویت یا فرم استشهاد هست. این فرم به لحاظ حقوقی فرمی است که درش تمامی دلایلی که وزارت دادگستری باید ارائه میداده که چرا یک قاضی باید حکم بازرسی صادر می‌کرد از امارت ترامپ، در اون فرم وجود داره و حال قاضی که حکم به بازرسی امارت ترامپ داده بود روز جمعه خواستار این شده که وزارت دادگستری بیاد اون استشهاد رو منتشر بکنه، اما بخشایی که دارای اطلاعات امنیتی و حساس هست رو لاک بگیره، اون بخشا رو منتشر نکنه. حالا آقای ترامپ میگه کلیت این رو منتشر کنید، وزارت دادگستری باش مخالف است، فکر میکنن که جان و امنیت شاهدان این پرونده ممکن در خطر قرار بگیره. نکته جالب اینه که روز جمعه اینطوری نبود، حتی در جلسه ای که دادگاهی که برگزار شد برای این مسئله وکیل آقای ترامپ حضور نداشت، علاقه نداشتند که این فرم استشهاد منتشر بشه چون ممکنه برای آقای ترامپ ضررهای حقوقی داشته باشه، اما ظاهرا الان به لحاظ سیاسی به نفع آقای ترامپ هست که این استشهاد رو بخوان منتشر کنند، نه که به نفعش باشه انتشار این استشهاد. اینکه اعلام بکنه که خواهان انتشار این فرم استشهاد هست به نفعش به لحاظ سیاسی. سمیرا قرعه‌ای همکارم از استودیو ما در واشنگتن، ممنونم از تو.